بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما شاگرده عزیز و گرامی عرض سلام دارم. امیدوار هستم که همه شما از نعمت عافیت برخوردار باشین و آماده باشین تا یکی دیگه از درس‌های بیولوژی را به شما عزیزان تقدیم بکنیم. درس دوم از کتاب بیولوژی صنف هفتم را تقدیمتان خواهد کردیم که موضوع ما در رابطه با میکروسکوپ و بعد از او عنوان دیگر ما حجره و اجزای داخل حجره هست که برای شما معرفی خواهد کردیم. در درس گذشته اگر یادتون باشه پیرامون تاریخچه میکروسکوپ بحث کردیم و گفتیم که میکروسکوپ به عنوان وسیله و ابزار اساسی علم بیولوژی مطرح هست و اختراع میکروسکوپ در حقیقت تانست که در کشف حجره اثر بگذاره و یک انقلابی را در بیولوژی ایجاد بکنه. میکروسکوپ در حقیقت وسیله هست که در تعریفش گفتیم میتونیم توسطش اشیاء کوچک را بزرگ ببینیم. میکروسکوپ نمونهش شما اینجا میبینین. در حقیقت میکروسکوپ متشکل از چندین عدسیه هست یا ترکیب شده از چند نوع عدسیه که اصطلاحا عدسیه‌های شیعی و چشمی بهشان میگیم و این عدسیه‌ها باعث میشن که یک موجود زنده را بتونیم که بزرگ نمایی ازش داشته باشیم و چندین مرتبه از اندازه واقعیش کرده اونا رو بزرگتر مشاهده بکنیم. در صنوف بالاتر شما انشاءالله با اجزای میکروسکوپ به شکل کامل آشنا خواهد شدین و معلومات حاصل خواهد کردین که انشاءالله در اونجا برای شما تمام اجزایش دانه دانه معرفی خواهد کردیم. خب تا همین مقدار کفایت میکنه شما میکروسکوپ به عنوان یک وسیله اساسی علم بیولوژی شناختین و نقشم در مشاهده اشیا دیدین. در صنف بالاتر خواهد فهمیدین که میکروسکوپ های دیگری هم امروز اختراع شده که ما از اونها تعبیر میکنیم به عنوان الکترون میکروسکوپ که اونها میتونن وارد جزئی ترین اجزای داخل حجره بشن تا حدی که بتونن داخل هسته حجره شون و اجزای هسته و جزئیات بیشتر در رابطه با هسته برای شما نشان بدن که بعد از کشف الکترون میکروسکوپ واقعا میتونیم بگیم که یک تحول عظیم ایجاد شده در علم بیولوژی و به تبعش در علم طبابت و شناخت امراض و همچنین روش‌های معالجه امراض، به خصوص در جلوگیری از ایجاد اختلالات ژنتیکی و بیماری‌های ارثی. خب بیایم به سراغ بعضی از سامان و وسایلی که برای مشاهده لازم داریم. ما برای اینکه بتونیم توسط میکروسکوپ یک نمونه بسازیم، نمونه یعنی اون شیء را که می‌خوایم مورد مطالعه قرارش بدیم، باید یک سری ابزار دیگه هم داشته باشیم، از جمله سلاید که یک شیشه مستطیل شکل هست روی از اون نمونه ساخته میشه و یک کور سلاید که یک شیشه بسیار نازک مربع شکل است او را روی نمونه میگذاریم و بعد سلاید را روی استیج میکروسکوپ قرار میدیم و مورد مطالعه قرار میدیم. گیرای میکروسکوپ و قطره چکان و سایر موضوعات مثل بکس تصدیق، اینا اجزای دیگری هستن که انشاءالله شما باز در صنف بالاتر با اونا آشنا خواهد شدین و یا زمانی که وارد لابراتوارتان در مکتب شدین انشاءالله معلم بیولوژی برای شما این موضوعات معرفی خواهد کرد. اما میایم در رابطه با حجره. حجره تعریفش در ابتدای درس برای شما گفتیم در درس گذشته که حجره در حقیقت یک واحد وظیفوی و ساختاری موجودات زنده هست و نظریه حجروی رو برای شما معرفی کردیم یا سل تیوری رو که توسط سه دانشمند شلایدن، شوان و ویلچو ساخته شده و تدوین شده و امروز هم این نظریه همچنان پابرجا و استوار هست و تمام علم بیولوژی رو میتونم بگیم که استوار بر نظریه حجروی هست. بر اساس نظریه حجروی بدن همه موجودات زنده از حجره ساخته شده و حجره خودش واحد ساختمانی و وظیفوی تمام موجودات زنده است و همچنین حجره فقط میتونه از حجره زنده قبلی به وجود بیاد که در حقیقت رد نظریه خلق الساعه هست که هیچ چیزی به خودی خود نمیتونه به وجود بیاد مگر اینکه یک موجود زنده قبلی او را در اثر تکثیر ایجاد بکنه. اما موجودات زنده از نظر تعداد حجرات بدنشان میتونه که از یک حجره ساخته شده باشه و یا از چندین حجره ساخته شده باشه. پس موجودات زنده از نظر تعداد حجرات یا میتونن یونی سلولار باشن، یعنی وحید الحجروی، و یا مالتی سلولار باشن، مالتی سلولار یعنی کثیر الحجروی، چندین حجروی. با عنوان مثال یک باکتریا یک موجود وحید الحجروی یا یونی سلولار هست و یک درخت
که یک نبات میتونه باشه، یک موجود زنده کثیر الحجروی میتونه باشه. انسان خودش یک موجود زنده کثیر الحجروی هست. خب اینا از نظر تقسیماتی که وجود داره که تعداد حجراتی که سازنده یک ارگانیسم هستن میتونه یک دونه حجره باشه، یونیسلولار، یا هم چندین حجره باشه. خب اگر بگیم که مثلا باکتری یک حجره هست، آیا این یک حجره میتونه که تمام فعالیت حیاتی رو انجام بده؟ میگیم بله. حجره که خودش ببخشیم باکتریا که خودش از یک حجره میتونه ساخته شده باشه و بیشتر از یک حجره اصلا نداریم، این موجود زنده یک حجروی به تنهایی تمام فعالیت های حیاتی رو میتونه انجام بده، فعالیت های از قبیل تنفس، تکثر، اطراح و سایر فعالیت ها را، یا مثلا عکس العمل همی داره میتونه که از خودش بروز بده با وجود از اینکه از یک حجره ساخته شده باشه. یک حجره به تناسب وظیفه‌ای که در بدن میتونه داشته باشه شکلش متفاوت میتونه باشه. طور مثال حجراتی که در سطح پوست بدن ما هستن ساختمانشان با حجرات عصبی که در سیستم عصبی هستن فرق داره. چرا فرق داره؟ به خاطر از اینکه هر حجره شکلش متناسب با وظیفه‌اش هست. مثلا یک حجره عصبی که اسمش نیورون میگذاریم، نیورون ها ساختمان متفاوتی دارن که یک جسم حجروی دارن و یک آکسون بسیار طویل دارن که در بعضی جاهای بدن این آکسون ها میتونن تا یک متر هم باشن، ولی یک حجره که در سطح جلد ما هست فقط یک ساختار، اگر بخوایم از نظر شکل نشان بدیم، مثلا یک حجره که در سطح جلد ما هست یک حجره است در سطح جلد ما که جزء حجرات نسج اپیتلیال یا نسج بشروی میتونه باشه، ولی یک حجره که مثلا میگیم حجره عصبی یا نیورون ها، این یک نیورون هست. ببینید ساختمانش چقدر متفاوت هست. نیورون ها به خاطر وظیفه‌ای که دارن، یعنی انتقال سیاله های عصبی، سیاله های عصبی را اخذ میکنن، انتقال میتن به سیستم عصبی مرکزی در مغز و نخاع شوکی، و لذا باید یک ساختمان طویل داشته باشن به نام آکسون ها. ولی حجرات دیگر مثلا حجره نسج بشروی ما میتونه که بسیار ساده باشه و ساختمانش متناسب با وظیفه‌اش در نظر گرفته شه. این نکته بود که برای شما باید تشریح دادم میشد. حجرات میتونن ساختمان‌های مثلا تو طویل داشته باشه، بیضه، حجرات بیضوی داشته باشه، حجرات مکعبی داشته باشه، حجرات استوانه‌ای داشته باشه، مسطح و حتی حجرات ستاره‌ای شکل، که این اشکال گوناگون همگی به این بستگی داره که این حجره چه وظیفه‌ای را انجام بده. اما ببین به سراغ ساختمان حجره. حجره در حقیقت از سه بخش عمده ساخته شده. خب من برای شما در اینجا ساختمان حجره را بررسی بکنیم. یک حجره در حقیقت از سه بخش ساخته شده. بخش داخلی حجره که ما این را بهش میگیم هسته. این فضا که این فضا نامش هست سایتوپلازم، و این غشا که اسلام بهش میگیم غشای حجروی. پس حجره در حقیقت از این سه بخش اساسی ساخته شده: غشا، سایتوپلازم و هسته، که هر کدام از اینا رو برای شما توضیح میدیم. البته در حجرات حیوانی میتونیم بگیم این شکل که اینجا ما کشیدیم یک حجره حیوانی هست، اما در حجرات نباتی یک تفاوت دیگر هم داره که در حجرات حیوانی، در حجرات حیوانی به این شکل هست که از غشا، سایتوپلازم و هسته. در حجرات نباتی علاوه بر غشا ما یک سلوال یا دیوار حجروی هم داریم که اطراف غشا را فرض کنین، این اگر حجره نباتی باشه اطرافش یک دیواره از جنس سلولوز که این ما بهش میگیم دیوار حجروی یا سل وال، که عرض کردیم دیوار حجروی صرفا در حجرات نباتی هست، فقط در نباتات میتونیم این بخش داشته باشیم، ولی در حجرات حیوانی سل وال یا دیوار حجروی وجود نداره. سلولوز در حقیقت یک، همونطور که براتون گفتیم، از جنس دیوار حجروی از جنس سلولوز هست که یک دیوار مستحکم و ضخیم را ایجاد میکنه، و به همین خاطر هست که وقت رابرت هوک اولین بار حجره را خواست ببینه، حجره از بین رفته یا مرده کار کردید و در اونجا فقط دیوار حجروی را دید که خالی بود و داخلش یک فضای بسیار خالی بود که اسمش همون سل یا اتاقک، به اصطلاح فضای خالی.
خب پس اگه بخوایم وظایف این سلول رو در حجرات نباتی بگیم، میگیم از یک طرف یک ساختمان محکم و یک زخیم محکم و زخیم رو ایجاد میکنه و از طرف دیگه مانع عبور میکروب ها به داخل حجره میشه، یعنی خودش به عنوان یک سد دفاعی عمل میکنه. خب غشای حجروی چه فعالیت ها رو انجام میده؟ غشای حجروی که نام دیگهش هم غشای پلازمایی هست، یک نام دیگه هم داره تحت عنوان پلازما ممبران. غشای پلازمایی در حقیقت اطراف حجره را دور تا دور حجره را احتوا میکنه و دارای دو طبقه هست که از جنس فاسفولیپید هست که انشاءالله در صنفهای بعدی شما رو خواندین. و همچنین در غشا ما منفذها یا سوراخهای کوچکی داریم که برای تبادل مواد با حجره نسبت به محیط بیرونش این فضاها ایجاد شده. آب، اکسیژن و مواد غذایی از طریق همین فضاها به داخل حجره میرسن و مواد اضافی مثل کربن دای اکساید و مواد اطراحی دیگر که در اثر متابولیسم حجروی ساخته شدن از حجره خارج میشن. خب سایتوپلازم که این فضای اطراف هسته رو گفتیم که در داخل حجره فضای سایتوپلازم هست، یک فضایی هست که در داخلش مایع وجود داره که پروتوپلازم بهش میگیم. بخش بزرگتر حجره یعنی قسمت اعظم حجره را سایتوپلازم تشکیل میده و داخل سایتوپلازم مایعی به نام پروتوپلازم هست و اطراف تمام مثلا داخل یعنی محتوای داخل حجره پروتوپلازم میسازه. پروتوپلازم چی هست؟ خود پروتوپلازم همونطور که براتون گفتیم یک مایع هست، یک مایع که شفاف و نیمه مایع، البته یعنی مایع بین حالت جامد و مایع هست که اصطلاحا این حالت سول میگن و همین فضا را در بعضی اصطلاحات سایتو سول میگن. سول یعنی یک مایع نیمه مایع یا به اصطلاح حالت یک حالتی که بین جامد و مایع هست که پروتوپلازم چنین حالت را می داشته باشه و غلظت هایش در حجرات مختلف میتونه که متفاوت باشه. در بعضی حجرات غلظت پروتوپلازم بالا هست و بیشتر نزدیک حالت جامد است، بعضی وقتا کمتر هست. ترکیب اصلی پروتوپلازم در حقیقت آب هست، منرال های مختلف و همچنین پروتئین های حل شده در آب هست و همچنین اسکلت حجروی هست که اسکلت حجروی رو برای شما معرفی میکنیم. اسکلت حجروی در حقیقت یک شبکه از لوله ها یا پایپ هایی هستن که اینا رو ما اصطلاحاً میکرو تیوبول و میکرو فلامنت میگیم و در حقیقت مثل یک خوازه عمل میکنن. خوازه‌ای که شما در بیرون دیدین وقتی ساختمان رو میخواین درست بکنن و بیرونش رو دستکاری بکنن خوازه میزنن. در حقیقت یک اسکلت، یک خوازه بندی هست در داخل حجره که باعث استحکام حجره میشه و اسکلت حجروی نامیده میشه که در حقیقت از رشته ها و لوله های پروتئینی به نام مایکروفیلامنت و مایکروتیوبول ساخته شده. نکته دیگه که باید عرض بکنیم این است که در داخل فضای سایتوپلازم ما ارگانیل ها یا عضوچه های بسیار گوناگون داریم که اونا رو برای شما معرفی میکنیم و مثلا ارگانیل های هسته که بزرگترین ارگانیل داخل سایتوپلازم هست، در اطراف هسته و در داخل محیط سایتوپلازم ارگانل های مختلف مثل مایتوکاندریا داریم، مثل واکیول داریم، مثل لایزوزوم داریم و یک عالم از ارگانل هایی که برای شما اون مهمترین هایش انشالله معرفی خواد کردیم. خب هسته را براتون معرفی بکنیم در این درس و بعد ارگانل های سایتوپلازم میبینیم برای درس بعدی. هسته بزرگترین ارگانیل داخل سایتوپلازم محسوب میشه که معمولا از نظر شکل هسته ها همیشه کروی مانند هستن و دور هسته را یک غشا به نام غشای هستوی احاطه کرده. غشای هستوی سوراخدار هست، منفذ داره به خاطر تبادل مواد و همچنین دو طبقه هست. دو اصطلاح دیگر برای شما عرض بکنیم، یوکاریوت و پروکاریوت، که یوکاریوت اصطلاحی هست که به معنای موجودات زنده هستن که حجرات حقیقی دارن و هستهشان دارای غشای هستوی است. پروکاریوت برعکس با موجودات گفته میشه که فاقد هسته حقیقی هستن و غشای هستوی اطراف محتویات هستوی را احاطه نکرده، بلکه محتویات هستوی به شکل پراکنده در داخل سایتوپلازم پراکنده هستن. خب درس امروز به پایان رسید. شاگرده عزیز، کارخانگی شما مطالعه متن درس به شکل دقیق و عمیق است و همچنین پاسخ دادن به سوالات پایان فصل شما که در رابطه با ساختمان حجره هست. امیدوار هستم که درس امروز برای شما مفید و جذاب بوده باشه. تا در آینده خداحافظ.